دوستان عزیز و بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه ایران به کجا می رود. من تبار هستم، از شهر ونکوور خدمت شما هستم و این برنامه رو که الان ملاحظه می فرمایید برنامه چشماندازه، یعنی مصاحبه اختصاصی که خانم سیمای ثابت که از کارکنان تلویزیون اینترنشنال هستن با آقای جاوید رحمان که یکی از کارمندان سازمان ملل هستند و گویا گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران. اخیرا یک کمیته به نام کمیته حقیقتیاب تشکیل شده و خانم سیمای ثابت دارن با ایشون مصاحبه میکنن و من به عنوان کسی که اعتقادم بر اینه به مردم ایران داره ظلم میشه، ستم میشه، هر کس میرسه به جای اینکه صدای مردم ایران باشه صدای خودشون هستن و شروع میکنن به بهره برداری کردن و یا ماهی گرفتن از این آب خونالود. تمامی هدف من اینه که به سهم خودم وظیفه خودم رو نسبت به اون کسانی انجام بدم که توی ایران جلوی رژیم دژخیم ایستادن و دارن جون میدن، خون میدن و بچه هاشونو میدن یا این دختران جوان زندگیشونو میگذرن به خاطر آینده ایران. و توی این برنامه که الان شما ملاحظه میفرمایید خودتون قضاوت بکنید. اول شما برنامه رو نگاه کنید، در لابلای صحبتهای ای خانم سیمای ثابت با آقای جاوید رحمان من این سری برش های فکری میزنم و اونم هدفم اینه که این خاک که توی چشم مردم میریزن یه بقیه مشخص بشه. جامعه جهانی چه سازوکارهایی برای حمایت از مردم ایران در برابر سرکوب جمهوری اسلامی دارد؟ تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی به چه معناست؟ و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در این باره چه می‌گوید؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. آغاز خیزش انقلابی مردم ایران، جمهوری اسلامی تاکنون دست کم بیش از 400 نفر را در خیابان‌های کشور کشته و هزاران نفر را بازداشت کرد. علاوه بر شکنجه و آزار بازداشت شدگان، نمونه‌های متعددی از کوری چشم بر اثر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای، ضربات منجر به آسیب‌های دائمی. خب همطور که شما ملاحظه می‌فرمایید خانم سیمای ثابت دارن می‌فرمایند که تا به حال 400 تا آدم رژیم جمهوری اسلامی کشته و شاهد بازداشت کردن هزاران آدم بوده، شکنجه بودن و هنوز خانم سیمای ثابت دارن با آقای جاوید رحمان مصاحبه اختصاصی میکنن که اونا دنبال حقیقت این کشتارین جنایات هستن. من از شما سوال میکنم خانم سیمای ثابت عزیز، آیا این مواردی که شما مطرح کردید براش مدرک نیست؟ به اندازه کافی اینا نمیتونن به حقیقتی برسن که رژیم جمهوری اسلامی جنایت کرده به مردم خودش؟ و حتی تجاوز جنسی گزارش شده. دنیا اکنون از عمق فجایع گزارش شده. آخه به کی گزارش شده خانم سیمای ثابت؟ و الان یه مقداری که فیلم میره جلو شما ملاحظه میفرمایید که دنیا الان به این جنایات آگاهه، ولی آقای جاوید رحمان آگاه نیستن هنوز انگار. البته تو صحبتهایی که آقای جاوید رحمان میکنن ایشون هم انگار آگاه هستن، پس ما نمیدونیم که اینجا کی آگاه نیستش، دنبال کی باید برن، دنبال کدوم حقیقت دارن میرن. در ایران آگاه است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رأی به تشکیل یک هیئت حقیقت یاب داده و بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا اقداماتی را برای فشار بر جمهوری اسلامی انجام دادند. اما خانم ها آقایون، خانم سیمای ثابت عزیز، آیا بعد از این اطلاعاتی که شما دارید و دنیا آگاه هست داره، اینو باید تشکیل جلسه بدن برای محکوم کردن جمهوری اسلامی، یا اینکه نه، اگر توی این دنیا که ما داریم زندگی میکنیم قانونی وجود داره بر علیه کسایی که دارن آدم میکشن توی خیابون، پس بعد دنبال اون رفت؟ شما الان دنبال چی هستید؟ آیا این اقدام ها کافی بوده؟ در چشم انداز امشب جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همراه ماست. آقای رحمان، خوش آمد میگم به شما و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. تازه ترین گزارشی که از شما منتشر شده گزارشی است که پیش از خیزش انقلابی مردم در ایران تهیه شده، توی سپتامبر گزارش شما منتشر شد. در گزارش آینده‌ای که دارید تهیه می‌کنید، چه چیزها و چه شواهدی از حوادث این سه ماهه گذشته در ایران در گزارش؟ آقای جاوید رحمان یک گزارشی رو قبلا تهیه کردن، الان دوباره دارن یک گزارش دیگه تهیه میکنن. 43 سال توی ایران داره نقض حقوق بشر میشه و اینا الان به این فکر افتادن که این کمیته رو تشکیل بدن و برن توی ایران، حتی اگر جمهوری اسلامی اینا رو راهشون بده و شواهدی رو یا اسنادی رو یا مدارکی رو تهیه بکنن، پرونده درست کنن و جمهوری اسلامی رو بیارن توی دادگاه. این برنامه رو که خانم سیمای ثابت با ایشون داره یک روز قبل از 14 آذر که روز بعدش مردم دارن میرن توی خیابون و میگن امسال سال خون سیدعلی سرنگونه و همچنین شعارهای دیگه هم که میدن و خودتونم اطلاع دارید، سرنگونی رژیم رو میخوان. خانم سیمای ثابت عزیز، شما اگر توی تلویزیون اینترنشنال کار میکنید، خب دست گلتون درد نکنه، سیر دارید گزارشهایی رو تهیه میکنید، اطلاع رسانی میکنید، ولی این دلیل بر این نمیشه که شما با این همه سواد، با این همه اطلاعات، با این همه معلومات بیاید الان این سوالا رو ازشون بکنید. سوالای واقعا کودکانه. ببخشید اگر من این شکلی دارم با شما حرف میزنم خانم سیمای ثابت، و همچنین شما که دارید این برنامه رو نگاه میکنید، اگر فکر میکنید من اشتباه میکنم، بیایید توی برنامه بعدی که من میتونم بذارم اشتباهای من رو تجزیه تحلیل علمی بفرمایید. شما رو شاهد خواهیم بود. متشکرم از دعوت شما به این مصاحبه. همونطور که به درستی اشاره کردید، در گزارش پیشین من که در تابستان امسال منتشر شده بود، به برخی از مسائل نگران کننده‌ای که پیشتر در سال جاری پدید اومده بود اشاره کرده بودیم. طبیعتاً در گزارش بعدی تمرکز روی کشتار مهسا امینی در روز 16 سپتامبر، کشتن مهسا امینی و بعد اعتراض‌های بی‌سابقه که بعد از اون شاهد بودیم و خشونت بی‌سابقه که برای سرکوب اونها به کار رفته بود، اینها مسائل کلیدی هستند و عوامل نگران کننده همچنان وجود دارن. شمار بالای اعدام‌ها، شماره بسیار بالای اعدام ها برای مجرمان مربوط به مواد مخدر و یک لیست بلند بالایی از موارد نقض حقوق بشر که من تلاش کردم که رسیدگی کنم، بررسی کنم و در این گزارش بهشون اشاره. پس همطور که شما ملاحظه میفرمایید، آقای جاوید رحمان این اطلاعات رو داره که جمهوری اسلامی به عنوان یک دولتی که به مردم خودش رحم نمی کنه یک همچنین پرونده جنایی رو داره، ولی الان دوباره میخوان شروع کنن یک گروهی رو تشکیل بدن. خب شما میدونید دیگه،
سازمان ملل یک بودجه ای داره و این بودجهش هم قطعا داره از کشورهایی که عضو سازمان ملل دارن تهیه میشه و یه سری آدم ها رو تهیه میکنن، لیست درست میکنن، به این آدم ها حقوق میدن که برن دنبال یه سری اطلاعات مرده. یعنی آقای جاوید رحمان الان نمیخواد به چیز تازه در رابطه با جمهوری اسلامی یا با کشورهای دیگه برسه. تو خود افغانستان فرخنده رو توی خیابون آتیش زدن، فیلماش هم هست، اون آدمایی که آتیش زدن هست، اون آدمایی که سنگسارش کردن هست. شما الان برای فرخنده چه کار کردید که میخواید الان یه کاری برای مهسای امینی بکنید؟ یا این همه کسایی که اعدام شدن رو کرد. اشاره کردید به سرکوب بی سابقه معترضان در خیابان ها. این سرکوب بی سابقه از نظر شما شامل چه مواردی بوده؟ اگر به خشونت و بیرحمی حکومت نگاه کنیم، ببینید دست کم بیش از 300 مورد قتل رو داشتیم و از اون نگران کننده تر، ناراحت کننده تر، کشته شدن کودکان بوده، زنان و دختران و اقلیت های قومی در سیستان و بلوچستان. به عنوان مثال فقط در یک روز بیش از 60-70 نفر به دست حکومت کشته شدن و موارد مشابهی از این موارد. خب شما میشنوید داره چی میگه دیگه آقای جاوید رحمان؟ ایشون دارن میفرماین اینا آدم ها کشته شدن، پس اینا رو میدونن. شما میتونید به من جواب بدید خانم سیمای ثابت عزیز، اینا دارن دنبال چی میرن؟ دنبال چه حقیقتی میرن؟ اصلا اسمی رو که روی این کمیته گذاشتن یک توهین بزرگی به مردم ایرانه. یعنی میخوان حقیقت رو بیابن، با جمهوری اسلامی صحبت کنن، گزارش تهیه کنن. حالا بازم شما برنامه رو نگاه کنید ببین چه حرفای چرتی رو میزنن اینا. قضاوت رو در استان کردستان ایران شاهد بودیم، بنابراین بسیار بسیار فاجعه بار و جای تأسف است که حکومت به چنین خشونتی متوسل شده. و همچنین باید به خاطر داشته باشیم که دست کم 15,000 معترض دستگیر شدند و میدونیم که 6 نفر دست کم 6 نفر به اعدام محکوم شدند و 21 نفر به جرائمی متهم شدند که به طور بالقوه میتونه مجازات اعدام در پی داشته باشه. از میبینید چقدر دارم اطلاعات آقای جاوید رحمان دقیقه، یعنی عددهایی که داره خیلی دقیق تر از شاید اون عددیه که خانم سیمای ثابت دارن، ولی انگار ماها رو گذاشتن سر کار. نظر بسیار تراژیک و فاجعه بار هست و بسیار غیر قابل منتظره از جنبه سرکوب حکومتی این چیزهایی که شاهد بودیم. در روزهای گذشته شاهد تشکیل کمیسیون مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد بودیم. نقش شما در این کمیسیون مستقل چیه و اطلاعاتی که دارید؟ خب به نظر میرسه کاملا مطلع هستید از اتفاقی که میفته، شامل کشتار مردم در سیستان و بلوچستان. بفرمایید. در ارتباط با ماموریت حقیقت یا در ابتدا میخوام تشکر کنم از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اینکه این جلسه ویژه رو تشکیل دادن و من تقدیر میکنم از دولت‌هایی که به صدای مردم ایران گوش دادن و رأی دادن به تشکیل این ماموریت حقیقت یا. و حالا که ما این ماموریت حقیقت، نظر شما ها چیه از این جملات که اینا کنار هم قرار میدن؟ تشکر میکنه از دولتایی که اومدن اون جلسه رو تشکیل دادن و حالا میخوان شروع کنن. فکر کنم یک سالم طول بکشه این گزارششون. وضعیت ایران بسیار خطرناکه، احتمال خیلی چیزها داره. اینا تازه میخوان جمهوری اسلامی رو توی سال آینده ببرن یک دادگاه بین المللی
و ایشون رو این جمهوری اسلامی رو محاکمه کنن و بعد از محاکمه کردن من نمیدونم اینا برای اون کسایی که تا حالا آدم کشتن چه محاکمه‌ای تونستن بکنن، چه به اصطلاح جرمی رو تونستن تعیین بکنن و اجرا بکنن. این همه آدم ها توی اون هواپیما کشتن، خودشون هم اعلام کردن که زدن، از این طرف گفتن قصد داشتن تو زدنش مخصوصا زدن، و این همه هم مدرک دارن. آیا برای این کار تونستن اینا کاری بکنن که الان میخوان برای این گزارشی رو که میخوان تهیه بکنن کاری انجام بدن؟ تیاب رو و قطنامه که به اون منجر شده رو داریم که تصویب شده. من خیلی نزدیک با این کمیسیون همکاری خواهم کرد، چون همونطوری که در قطنامه اشاره شده گزارشگر ویژه سازمان ملل باید همکاری کنه، همکاری نزدیکی داشته باشه با کمیسیون حقیقت‌یاب، چون که من مشغول کار بودم به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل، بنابراین دانش و اطلاعات و شواهد ادله لازم رو دارم که میتونم با این کمیسیون مبادله کنم. بنابراین از این فرصت استفاده میکنم که بگم که دو کارکرد مهم رو داره این کمیسیون حقیقت یاب. یکی این که باید به صورت کامل و جامع موارد نقض حقوق بشر در ارتباط با این اعتراض ها رو که از 16 سپتامبر شروع شد بررسی و تحقیق کنه، از جمله بررسی و تحقیق بکنه. خانم سیمای ثابت اول برنامه فرمودن که این اتفاق افتاده، خودشون هم که گفتن این اتفاق افتاده. آیا این حرفی که الان دارن ایشون میزنن با اون حرفی قبلی تناقض نداره، ضدیت نداره؟ ویژه جنسیتی خشونت ها رو و بعد شرایطی که این موارد نقض حقوق بشر در اونها اتفاق افتاده رو مشخص کنه و تبیین کنه. بنابراین کارکرد کلیدیش اینه که مسیری به سمت حقیقت و عدالت برای خانواده های قربانیان وجود داشته باشه. و نکته دوم این که بحث نه آقای جاوید رحمان، خود این خانواده هایی که تو ایران هستن منتظر شما و خانم سیمای ثابت نمیمونن و خودشون حقشون از رژیم میگیرن و الانم وایسادن میگن یک نفر که کشتشه هزار نفر پشتشه و شعاراشون خیلی مشخصه و میدونن دارن چی کار میکنن. خود مردم ایران جمهوری اسلامی رو محاکمه میکنن تو خود ایران و شما خواهید دید و شرمسار خواهید شد به اعتقاد من. یعنی وقتی که مردم ایران جمهوری اسلامی رو به دادگاه میبرن تو خود ایران و محاکمه شون میکنن و نمیدونم حالا بر اساس چه قوانینی بخوان هر کاری که انجام بدن انجام بدن، منم دارم توی خارج زندگی میکنم، بعدها من زنده هم شما هم زنده خواهید بود و خواهید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. و خوشحال میشم شما تو اون زمانم بیاد توی تلویزیون و اعتراف بکنید که به مردم ایران این توهین بزرگ رو کردید. پاسخگویی رو ممکن کنه برای همه کسانی که مرتکب جرایم جدی و موارد نقض جدی حقوق بشر شدن، اونها باید پاسخگو بشن. اگر که به قسمت 7C قطعنامه ببین اینا چه روی دارن، خود پوتین، خود روسیه که یکی از اعضای اصلی سازمان ملله، این همه تو اوکراین آدم کشته، باعث آوارگی آدم ها شده، حتی به آسایشگاه به بیمارستان حمله کرده، اینا تونستن پوتین رو ببرن به دادگاه که الان بیان خامنه ای رو ببرن به دادگاه یا رژیم رو ببرن به دادگاه. من اعتقاد ندارم که توی ایران یک فرد وجود داره، یک سیستم بازوی قدرت اون فردم خیلی مهمه. اگر بخواهید قانونی به اتفاقایی که توی ایران داره میفته، حتی مایی هم که الان تو خارج از ایران داریم زندگی میکنیم، این اتفاقایی که توی ایران میفته اینا خشونته. خشونت فقط چاقو توی خیابون نیستش، خشونت فقط
گلوله توی خیابون نیستش. خشونت شکلهای مختلف داره. یکی از خشونتهای خود اینا بر علیه مردم ایران انجام میدن همین تحریم هاست. این تحریم ها خشونتهایی که بر علیه مردم ایران انجام میگیره، چون رژیم مردم رو میفرسته جلوی این تحریم ها. حالا دوباره اینا میخوان تحریم ها رو بیشتر کنن. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، از اون عذرخواهی میکنم اگر ناراحت شدم، برای اینکه فکر میکنم دارن به شعور من و شما توهین میکنن، چون اینا بازی های سیاسیه. چون سازمان ملل سوپاپ قدرت دولت هایی که این سازمان ملل رو تشکیل دادن، و سازمان ملل هم نیست، سازمان دوله. و اینکه وقتی چین و روسیه و آمریکا و فرانسه و یک کشور دیگه انگلیس اینا حق دارن وتو کنن یک موضوعی رو که تو اونجا مطرح میشه، خب این چه سازمانه مللیه؟ ایران 5 تا عضو شورای نگهبان داره، اینا 5 تا عضو اصلی سازمان ملل دارن که سالیانه، برید مطالعه کنید لطفاً، هر سال اعضای اصلی سازمان ملل از بزرگترین فروشنده های سلاح به کشورهای دیکتاتوری و در حال جنگ بودن، یعنی همیشه مقام اول تا پنجم رو همین 5 تا داشتن. حالا اینا میخوان برای حقوق بشرم قانون تهیه بکنن و به داد ماها برسن. وای به حال ما که بخوایم به حرف اینا گوش بکنیم. و این تلویزیون خوبه، ایران اینترنشنال، داره وظیفه‌اش رو خیلی خوب انجام میده برای اون کسایی که ازشون پول میگیرن. و اینم یک بازیه. درسته که این بازی به نفع مردم ایرانه، ولی خواهید دید وقتی که رژیم رفت اینا اون موقع میخوان چیکار بکنن. نگاه کنید، اظهار میکنه که ماموریت حقیقت‌یاب ادله لازم رو جمع آوری و طبقه بندی خواهد کرد، آنها رو نگهداری خواهد کرد، از جمله برای موارد قضایی قانونی آینده. بنابراین پاسخگویی برای موارد نقض جدی حقوق بشر بسیار مهم است در دستور کار این کمیسیون حقیقت‌یاب. همطور که شما ملاحظه فرمودید و آقای جاوید رحمان توضیح دادن، میخواد یه سری مدارکی رو تهیه بکنن مثل یه کتابی که بنویسن، بعد استفاده بکنن برای آینده. میبینید چه توضیحی رو ایشون دارن میدن، و خانم سیمای ثابت هم دارن خیلی عالی گوش میکنن و با سکوتشون میپذیرن که چقدر خوب. اشاره کردید به بحث پاسخگویی. آیا منظور شما از پاسخگویی در چارچوب جمهوری اسلامی است؟ صدای من میشنوید؟ بله، نقش ماموریت حقیقت‌یاب اینه که ادله مختلف، شواهد و مدارک رو جمع آوری کنه و اونها رو ازشون محافظت کنه، از جمله برای کاربرد احتمالی اونها در موارد قضایی آینده. بنابراین راه های مختلفی میتونه وجود داشته باشه، همونطور که دیدیم در گذشته جامعه جهانی میتونه از اینها استفاده کنه به عنوان یک حوزه قضایی جهانی. یعنی اینکه کسی میتونه در جمهوری اسلامی مرتکب نقض حقوق بشر شده باشه اما در کشور دیگری محاکمه بشه، همونطور که موارد این چنین رو در گذشته داشتیم در دادگاه های بین المللی یا در دادگاه های منطقه‌ای. بنابراین امکان های زیادی هست. پس ایشون الان میخوان این مدارک رو جمع بکنن و جمهوری اسلامی رو توی کشور دیگه بیارن و اونجا محاکمه شون کنن. آیا شما فکر میکنی همچین کاری رو خامنه ای میکنه؟ یعنی از آقای خامنه ای دعوت میکنن آقای خامنه ای رهبر دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران، شما تشریف بیارید تو دادگاه لاهه، اونجا ما میخوایم شما رو محاکمه بکنیم.
آیا خنده‌دار نیست؟ آیا گریه‌دار نیست این صحبتایی که ایشون داره میکنه؟ و این خانم سیمای ثابت هم که خیال میکنن خیلی باهوش هستن، هیچ صحبتی در رابطه با این خیلی عذر میخوام، توهین هایی رو که ایشون داره به دنیای امروز و انسان امروز میکنه بکنه، حرفی بزنه؟ که یک فردی که موارد نقض حقوق بشر جدی رو مرتکب شده پاسخگو بشه. و من اعتقاد دارم که وقتی که ماموریت کمیسیون حقیقت یاب به پایان برسه شاید پاسخگویی خواهیم بود. مقطع زمانی پایان تحقیق کمیسیون مستقل کی خواهد بود با توجه به اینکه اعتراض ها هر روز ادامه داره در خیابان و خیزش انقلابی هنوز در مرحله است که هر روز فراخوان های تازه رو داریم و هر روز شواهد تازه نقض حقوق بشر داره منتشر میشه. بازه زمانی خاصی مد نظرتون هست؟ خانم سیبایی ثابت عزیز، نقض حقوق بشر چیه؟ اینا دارن بشر میکشن، دارن آدم میکشن توی خیابون. خانم سیمای ثابت واقعا خجالت داره شما با این همه تحصیلاتی که کردید اینجوری مصاحبه میکنید، اینجوری حرف میزنید. این مصاحبه اختصاصی شماست با ایشون؟ شما که دوتاتون انگار با همدیگه از دو جای مختلف حقوق میگیرید و با همدیگه هماهنگ هستید. یه مقداری برنامه رو نگاه کنید، آخر برنامه همه چیز اوکیه، همه چیز خوبه، لبخندی هم میزنن به هم دیگه و خیال میکنن چقدر هم برنامه خوبی بوده و ما هم معذرت میخوام، معذرت، خیال میکنن نمیفهمیم. من که تازه آدم کمهوشی هستم و اصلا آدم باهوشی نیستم، متوجه میشم شما دارید بری شماها میخندید. وای به حال کسانی که دستشون توی کارهای سیاسی هست و مسائل سیاسی دنیا رو تجزیه تحلیل جدی میکنن. همطور که میدونید من یک ماموریت ممتدی دارم که همچنان ادامه داره در ارتباط با نقض حقوق بشر و هر کسی که شواهد موارد نقض حقوق بشر رو داشته باشه میتونه اینها رو گزارش کنه و برای اقدامات مختزی. خود کمیسیون حقیقتیاب باید که به موجب این قطعنامه در جلسه ژوئیه یا جولای سال آینده به شورای حقوق بشر گزارش بده، یک گزارش مفصل، و جلساتی هم در فوریه و مارس سال 2024 برگزار خواهند شد. بنابراین کار بسیار زیادی پیش روی ما هست که باید انجام بشه. شورای حقوق بشر ملزم کرده این ماموریت حقیقتیاب رو که تمرکز کنه روی اعتراض ها و من اعتقاد دارم، باور دارم که وقتی که همین دلایل، ادله و شواهد جمع آوری شد، این ماموریت حقیقتیاب با موفقیت میتونه اینها رو به جلسه شورای حقوق بشر ایراد کنه، ارائه کنه و همینطور اینها رو در گزارش خودش هم لحاظ کنه. خب برمیگردیم به یه گزارش دیگری که شما منتشر کرده بودید در فاصله پس همطور که شما ملاحظه فرمودید جولای سال آینده، ما الان توی دسامبر هستیم، یعنی 7 ماه دیگه اینا میخوان سب بکنن و بعدها توی اون 7 ماه دیگه که تمامی مدارکشون کامل شد، تمامی اون سندها رو داشتن، بعد جمهوری اسلامی اگر وجود خارجی توی ایران داشت اونو ببرن به دادگاه. این صحبتهایی که خانم سیمای ثابت داره با این حضرت جاوید رحمان میکنه. فوریه تا آوریل سال 2022 در اون گزارش شما چند بند مشخص داشتید. یکیش این بود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی مستقل نیست. دیگر این که ناقضان حقوق بشر مسئولیت قضایی دارند. و در بخش دیگری گفته بودید که مکانیزم پاسخگویی در جمهوری اسلامی وجود نداره.
چه شواهدی شما رو به این نتیجه رسوند؟ مردم ایران از این امور مطلع هستند، برای اینکه تجربه 40 سال بودن جمهوری اسلامی رو دارن. شما به عنوان یک کسی که محقق وضعیت حقوق بشر هستید، گزارشگر بیش هستید، چه چیزهایی دیدید برای تک تک اینها که شما رو به این نتیجه رسوند؟ شما ملاحظه می‌فرمایید که خانم سیمای ثابت داره چه سوالی از آقای جاوید رحمان میکنه؟ حالا جوابشو مرحمت بفرمایید. بله، من به مجموعه دامنه از موارد عملکرد جمهوری اسلامی ایران، فرایندهای قضایی نگاه کردم و به قربانیان جمهوری اسلامی هم گوش کردم. اما این رو هم باید بگم که من به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم دقت کردم که این متناقض و ناقض بسیار از نرم ها و رویه های کلیدی قانون های اساسی است. به عنوان مثال حاکمیت قانون، جدایی و تفکیک قوا، ببینیم که بخش عمده. پس همطور که شما ملاحظه می‌فرمایید، اصلا قانون اساسی جمهوری اسلامی نقض حقوق بشره. حالا اینو بازم میخوام برم دنبال مدرک بگردن. خب معلومه دیگه، بر اساس اون قانونی که اینا دارن که رهبر میتونه همه چیزی رو تعیین بکنه، یعنی یک دیکتاتوری مذهبی تو اونجا وجود داره، اینا همش بدیهیه دیگه. ببینید چه جوری دارن با ماها بازی میکنن. از قدرت در دست رهبر جمهوری اسلامی هست. بحث قوه قضاییه رو داریم که بسیار بسیار مشکل سازه، همونطور که میدونم، مطمئنم که بیننده های شما هم ازش اطلاع دارن. استقلالی برای بیننده های شما اطلاع ندارن، دارن با اون زندگی میکنن، دارن زیر این ستم زندگی میکنن و امروز به انفجار در اومدن. آقای جاوید رحمان، اینا نمیخوان جمهوری اسلامی رو ببرن دادگاه محاکمش کنن. اینا میگن جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. امسال سال خون سیدعلی سرنگونه. قوه قضاییه وجود نداره، اگرچه قانون اساسی چنین میگه، اما نحوه منصوب کردن رؤسای قوه قضاییه مشکل ساز هست. من هم به همین دلیل خیلی انتقاد کردم از قوه قضاییه در گذشته. بحث محاکمه های عادلانه رو داریم که وجود نداره و نقشی که دادگاه های انقلابی در جمهوری اسلامی ایفا میکنن. و البته یکی از نگرانی های اصلی من هم که تاکید کردم روش اینه که تبعیض علنی هست و نقض حقوق زنان هست که در همه جنبه های مختلف، مثلا بحث شرکت داشتن در دولت و جنبه های مختلف اداره کشور، قانون صریحا اونها رو به عنوان مثال از قاضی شدن یا از مسندهای سیاسی جدی اختیار کردن منع میکنه. بنابراین این تبعیض مبتنی بر جنسیت رو همچنان داریم و خشونتی که در واقع در قانون هست و در پروسه های رفتاری جمهوری اسلامی ایران شاهدیم. خب با این اطلاعاتی که شما داشتید آقای جاوید رحمان، اینا تا حالا نقض حقوق بشر نبوده؟ یعنی شما بعد از 40 و اندی سال الان باید دوزاریتون بیفته؟ الان باید به این فکر بیفتید؟ من میتونم الان شما دیدید که این دخترای شجاع، این ایران بانوها جلوی این رژیم ایستادن، دارن خون میدن و این خونخواهی این مردم به گوش دنیا رسیده و شما شرمنده خودتون شدید. یعنی الان دارید جواب میدید به دنیا که این سازمان ملل، این حقوق بشر کجا هستش. من دقیقاً به عنوان یک آدمی که دارم تو این دنیا زندگی میکنم، میدونم شما میخواهید یه مقداری این سوالایی که میتونه ازتون بشه
با این برخوردهایی که دارید میکنید جواب بدید، ولی این منطقی نیستش. این که دارید میگید مکانیسم پاسخگویی در جمهوری اسلامی نیست، برای شما که گزارشگر ویژه در امور ایران هستید و در چارچوب سازمان ملل فعالیت میکنید به چه معنی است؟ جامعه جهانی چه راهی داره برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی با دامنه گسترده ای از نقض حقوق بشر که لحظه به لحظه داره مرتکب میشه؟ خانم سیمای ثابت عزیز، من واقعا تعجب میکنم از این سوالی که توی مغز مبارک شما میگذره. شما لطف کنید یه تماسی با اون دختره توی خیابون بگیرید، اونا راه حل دارن برای جمهوری اسلامی. شما اگر راه حل ندارید سوال رو از ایشون نکنید. خب معلومه جوابی که ایشون میدن اون جوابی نیست که باید بدن. حالا نکنید چه جواب میدن ایشون؟ من از زمانی که به این سمت منصوب شدم خواستار پاسخگویی بیشتر بودم. در واقع کسانی که سلف من بودند و پیش از من هم این سمت رو داشتن چنین میخواستن، اما چیزی که شاهد بودیم اینه که با گذشت زمان موارد نقض حقوق بشر به شدت بیشتر و خصمانه تر شدن، جدی تر شدن. نبود قانون، نبود حکومت، حاکمیت قانون رو شاهد بودیم و در واقع این نیروی محرکه اصلی بوده که موجب شد من از جامعه جهانی تقاضا کنم که یک مکانیزم مستقل بین المللی برای تحقیق در موارد نقض حقوق بشر، برای تحقیق در موارد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل بدن، تأسیس کنن. این رو در مجمع عمومی در اکتبر گفتم، در شورای امنیت گفتم، از جمله در جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل هم گفتم که پاسخگویی در سطح ملی در داخل ایران وجود نداره. بنابراین ما باید اقدام کنیم که همه افرادی که موارد نقض جدی حقوق بشر رو مرتکب شدن پاسخگو بشن تا بتونیم به عدالت برسیم برای مردم ایران. آیا ظرفیت دیگری در جامعه جهانی وجود داره برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی جدای از کمیته مستقل حقیقت یاب که اون کار؟ من نمیدونم چرا این خانم سیمای ثابت همش دارن تلاش میکنند که جامعه جهانی بتونه جلوی جمهوری اسلامی بیسته. خانم سیمای ثابت، مگه تا حالا این جامعه جهانی، این سازمان ملل کجا رفته به داد مردم تحت ستم برسه؟ کجا رفته کنار مردم قرار بگیره و بر علیه یک دولتی رو به دادگاه ببره؟ الان وضع مردم رو توی افغانستان نگاه کنید، الان وضع دخترها رو توی افغانستان نگاه کنید، وضعیت زنان رو توی افغانستان نگاه کنید. آیا اینا برای اونجا میتونن کاری بکنن؟ مردمی که بالای 50 سال توی کشورشون جنگه، روسیه رفته، آمریکا اومده، این همه ارتش تو اونجا آدم کشتن، بعدم آخرش با طالبان یه معامله رو کردن، اومدن بیرون، دولت رو دادن دست طالبان و مردم رو دوباره سپردن به این دیکتاتورها. من نمیدونم شما آخه دارید کجای دنیا رو نگاه میکنید؟ کجای این دنیا ایستادید و اصلا دنیا رو چجوری میبینید؟ خودش رو خواهد کرد، ولی در حال حاضر چه چیزهای دیگری هست که میشه به کار گرفته بشه؟ مکانیزم های حقوق بشری که داریم همه اینها رو به کار گرفتیم. مکانیزم های مثل گزارش های مقطعی مرتب، همه مکانیزما رو تا حالا به کار بردن، هیچ کدومش هم جواب نداده. حالا این آخریش جدیده، مثلا افرادی مثل من وقتی که منصوب میشن به سمت گزارشگری، ما به صورت پیوسته و مرتب گزارش میدیم به جامعه بین‌المللی و به شورای حقوق بشر سازمان ملل تا افراد پاسخگو بشن و موارد جدی نقض حقوق بشر رو گزارش میکنیم. اما حالا با این مکانیزم جدید حقیقت یاب که تأسیس شده، من خیلی خوشبین هستم که این ماموریت
اطلاعات رو جمع‌آوری و تثبیت خواهد کرد، تحلیل خواهد کرد و اونها رو نگهداری خواهد کرد. از جمله اطلاعات رو نگهداری خواهد کرد. من نمیدونم ایشون داره چی میگه. اون خانومم که یکی از مجریهای جدی این تلویزیون ایران اینترنشنال هستن چی داره گوش میکنه؟ من فکر کنم دارن جزوه‌هاشون رو نگاه میکنن، چی یادداشت کردن که اون سوالا رو بکنن از ایشون. همونطور که گفتم برای موارد قضایی و پروسه‌های قضایی آینده در هر حیطه قضایی که باشن، بنابراین همونطور که گفتم ما میتونیم افراد رو پاسخگو کنیم، مشروط بر این که ادله لازم رو برای جرمان ها داشته باشیم. و اون یعنی الان برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ادله لازم رو یا اسناد لازم رو ندارن؟ یعنی چقدر حرفشون با هم دیگه تناقض داره؟ ادله رو نگهداری کنیم. برای همین هست که من امیدوار هستم و خوشبین هستم که این موارد، این شواهد و دلایل جمع‌آوری خواهند شد به دست کمیسیون حقوق، کمیسیون حقیقت‌یاب. می‌دونید که خود شما و همینطور کمیسیون حقیقت‌یاب دو تا چالش جدی دارید در راستای جمع‌آوری اطلاعاتی که باهاش امیدوار هستید که عدالت در مورد مردم ایران رعایت بشه و ناقضان حقوق بشر بتونن در فرصتی مجازات بشن. یکی این که جمهوری اسلامی به شدت همه تلاشش رو میکنه که به شماها ضد اطلاعات برسونه، اطلاعات غلط برسونه، حتی اگر شده یکی یا دو تا مورد رو که روایت‌های درستی نیستند قاطی بکنه در انبوه شواهد زنده و جاری اتفاق‌های هر روز. خانم سیمای ثابت نگران این هستن که جمهوری اسلامی یه سری اطلاعات غلط به اینها بده. ببین ایشون چقدر اینا رو احمق حساب میکنه. یعنی فکر میکنه که اینا خودشون اطلاع ندارن از وضعیتی که مردم توی ایران دارن. و دیگر اینکه خب راستی آزمایی کردن این بقایع به دلیل اینکه شما در ایران نیستید حتی ممکنه میزان اطلاعاتی که به شما میرسه کم، بسیار کمتر از اون چیزی باشه که در واقع داره در خیابان‌های ایران رخ میده. برای رفع این دو چالش چه راه حلی دارید؟ شما توجه کردید خانم سیمای ثابت چی فرمودن؟ ایشون فرمودن چون شما توی ایران نیستید، البته خب ایشون نمیدونن که این سازمان ملل حالا از طریق عفو بین الملل یا اون یونسکو یا کسای دیگه تو ایران عضو دارن، آدم دارن اون مسئله رو بررسی میکنن، حداقل روزنامه ها رو میخونن، به جاهای دیگه میرن و اطلاع رو دارن. خانم سیمای ثابت بله شما نکته خیلی مهمی رو ذکر میکنید. من میگم که در طول سالهایی که گزارشگر ویژه بودم تجربه بسیار زیادی کسب کردم و مطمئن هستم که در ضمن ایشون سالیان ساله که گزارشگر ویژه سازمان ملل هستند توی امور ایران و خانم سیمای ثابت انگار این اطلاع رو ندارن. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی، من میخوام برنامه الان رو با اجازه شما تموم بکنم. ازتون خواهش میکنم اگر فکر کنید این برنامه ای که من الان گذاشتم به درد جامعه ایرانی میخوره، این برنامه رو شیر کنید. اگر فکر میکنید الان ما نباید بگذاریم اتفاقایی که قبلا توی تاریخ ایران افتاد دوباره بیفته، یعنی یه ده بیان خون بدن، جون بدن، تمام زندگیشونو بدن، بعد یه ده دیگر رو همین سازمان ملل و پارلمان اروپا و کاخ الیزه و کاخ سفید تعیین بکنن و بفرستن توی ایران، با این برنامه تماس بگیرید. خوشحال میشم صدای شما رو بشنوم، خوشحال میشم این برنامه ها رو با همکاری شما ببرم جلو. براتون بهترین آرزوها رو میکنم و بهترین آرزوها اینه که بعد از پیروز شدن مردم ایران که پیروزشون قطعیه، یعنی تا همین الانش هم پیروز بودن،
به این نتیجه برسیم، به اون جایی برسیم که همه کسانی که تو ایران زندگی میکنن آگاه باشن به حقوقشون و آزاد باشن و به آزادی دیگران احترام بگذارن. ما به اعتقاد من جامعه ما یک جامعه دیکتاتور زده دیکتاتوره، باید تمرین کنیم و تحمل شنیدن اعتقادای همدیگر رو داشته باشیم. همین، تا برنامه بعدی منتظر کامنت های شما هستم. فوشم خواستید بدید، فوش بدید، من جوابتون رو میدم.